الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مسلمان محترم یکی از وسائل مهمة مهمی که امروز ما و شما در 24 ساعت ازو استفاده میکنیم موبایل است و موضوع خطبه امروز ما درباره منافع و ضررهایی است که در موبایل می باشه و درباره چیزهایی که در موبایل در استفاده از موبایل مباح می باشه و اموری که ای سبب ضرر میشه چنانچه علام الرازی نوشته می کنه و میگه که ان الاصل فی المنافع الاباحه اصل در منافع که هست در منفعتها که است اباحت است و فی المدار الحرم و در چیزهایی که ضرر هست دی حرمت است به حساب لازم است که ما و شما وقتی هر وسیله از وسایل استفاده میکنیم احکام شرعی از را تا ای که از مباح استفاده بکنیم و از حرام و ناروا و ناجائز ما خود نگاه بکنیم اول منافع موبایل چی هست وقتی یک انسان مسلمان یک وسیله استفاده میکنه به اساس درک و فهم از او استفاده میکنه الله متعال میگه ولا تقف ما ليس لك به علم در چیزی که علم نداری دنبال روی نکو ان السمع والبصر والفؤاد چشم انسان حس سامعه انسان گوش انسان البصر حس باصری انسان چشم انسان والفعاد و قلب انسان و فکر انسان ای تمامشان پیش الله چی دارن مسئولیت دارن پس انسان باید به اساس درک و فهم شریعت الهی حتی از یک وسیله عادی هم باید استفاده مثبت بکنه منافع موبایل ای هست که یکی از منافع موبایل منفعت مالی هست وقتی یک انسان از موبایل استفاده میکنه از مصارف زیادی که مثلا یک دوست خدا کار داره پیش از او تا وقتی که میره و میرسه شاید 400 500 رو تاکسی تیل و تکسی و گپا استفاده بکنه پس منفعت مالیشی است که اما مشکل خودم میتونه با ده روپیا دوازده روپیه امور مشکل خود حل بکنه دو منفعتش منفعت جلوگیری از وقت است اگر یک کسی از موبایل استفاده مثبت میکنه وقت از ایزایی نمیشه ما یک کسی را کار داریم به خاطر ضرورت مجبور پیش از او بریم وقت از او هم زایی شود وقت ما هم زایی شود در رفت آمد زیاد وقت زایی شود ولی انسان میتونه که از موبایل استفاده کرده و وقت خوده اما ارزش وقت خوده بفهمه و از زیای وقت جلوگیری بکنه منفعت دیگهش یعنی از رفت و آمد جنجالی انسان نجات پیدا میکنه چهارمی منفعتش است که از موبایل انسان میتونه به دعوت الی الله هر انسان مسلمان مکلفیت داره که امر بالمعروف بکنه و نهی عن المنکر بکنه و امروز انسان میتونه از وسیله خود بسیار خوب وسیله برای دعوت دیگرا داشته باشه به خاطر از که بسیار وقت یک شخص یک شخص غافل می باشه و انسان مسلمان میگه کیس فطن انسان مسلمان بسیار زیرک می باشه و بسیار از وسائل به خاطر منفعت دین خود استفاده میکنه یک روز یک پدر بر ما گفت که ما بر بچه خود ده مرتبه بیست مرتبه هر روز برش می که او بچه نماز بخوان نماز بخوان نمی خوان بالاخره من خسته شدم زیاد خسته شدم و گفتم دیگه قابل اصلاح نیست دیگه زیاد به تکلیف شدم لکن قبول نکرد اما دیگر روز دیدم که خودش جای نماز اوار کرده و نماز میخوانه میگه من برش گفتم که او بچه حتی یک ذره کلمات زشت میگه برش استعمال کردم که 20 مرتبه من تو گفتم نماز بخوان نخوانتی حالی که من دلم سیاه شد از پیش دونه جای نماز اوار کردی نماز میخوانی او میگه بچه این برمه گفت که یک جوان شما جوانا فکرتان باشه در ساحه دعوت اسلامی نقشتان بسیار اساسی و مهم است یک جوان برای ما یک مسیجی که روان کرد اون مسیجی از او از موبایل در عقل ما و در فکر ما و در مغز ما بسیار تاثیر کرد و من منفیت نماز فامیدم و توبه کردم و گفتم یا الله ما بعد از چی میکنم نماز خدا ترک نمیکنم پس انسان میتونه که از موبایل یک وسیله دعوتی بسیار خوبی داشته باشه و بر دیگران حق برسانه حتی امروز مثلا کافرها هستن بی هستن یک کافر یک نصرانی او چی میگفت؟ او میگفت که ما افتخار میکنم که بایبله در یک سی مملکت از طریق امواج تلویزیون رادیو و از طریق این وسایل اطلاعات جمعی امی بایبل به خانه مردم امو کتاب تحریف شده تورات انجیل به اونا میرسانم اناله میتونه انسان مسلمان از این وسیله استفاده کنه و در دعوت الی الله استفاده بسیار خوب بکنه مثل کامل ما و شما میبینیم الله جی صاحبه و دیگه دوستا را اجر نصیب بکنه که حتی بسیاری وقتا وقتها خطبه ها و درس ها را لایف نشر میکنن و بر ما اول میرسه که بسیاری از دوستها امی خطبه را در بسیاری جاهای دنیا از استفاده میکنن حال اگر ما و شما از استفاده مثبت بکنیم در جمله دعوتگرای خوب میشیم ما بسیار سادگی و آسانیم پنجمین منفعتش است که از موبایل میشه که انسان به حل مشکلات مردم و حل اما سختی هایی که مردم دارن یک کسی زنگ میزنه برای یک کسی که عالم است و فامیده هست حداقل میتونه که اگر کس معلومات داره بسیاری از مشکلات مردم از این طریق حل بکنه ششم کمک کردن از بسیاری وقتها به مریضا به مندای عاجل انسان میتونه از طریق موبایل عمود درد از و مشکل از و رنج از بر بردگرا برسانه حتی بسیاری وقتها یک کسی به خون نیاز می داشته باشه به تداوی نیاز می داشته باشه و بسیاری از مسلمان ها هستن که از این وسیله برای همین خدمت کردن برای مردم استفاده میکنن این منفعت ها چه وقت بد اسمی آیا؟ وقتی بد اسمی که آداب شرعی استعمال موبایل ما بفامیم آداب شرعی استعمال موبایل است خب لازم است آل سرزمی آداب که توقف بکنیم و این آداب بفامیم اولین ادب استعمال موبایل وقتی که علما هستند و علما ورثه الانبیا هستند علمایی که ورثه الانبیا هستند اینا تحقیق میکنن و بالاخره امو وسیله جدیدی که نو پیدا میشه برای احکام شریعت اسلامی را بیان میکنن چرا شریعت ما و شما قرآن و سنت هیچ چیز رو الله متعال امی قسم نگذاشه بنا هر وسیله که خارج میشه تحت قواعد عامه شریعت الهی داخل میشه اولین ادب استعمال موبایل چی است مراعات اقتصاد در مصرف موبایل است یعنی انسان مسلمان انسان دیندار ای میفهمه که الله متعاله در قرآن عظیمشان میه که ثم له تسالون یومهئذ عن النعیم شما در روز قیامت از نعمتهای الله پرسیده میشین یکی از نعمتهای الله چی هسته مال انسان است که در ای انسان جدا. پس انسان مسلمان کوشش میکنه که در مصرف موبایل از گپ زدن زیاد از سخنهای بیهوده از الفاظ اضافی از مصرف اضافی از این گپ چیز نکنه چرا؟ ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین تبذیر احیانا در چی میه؟ در میه که یک پول که الله مطال مثلا بر ما و شما داده از این نعمت مثلا مصرف بیجا و اضافه شده بناهن اگر یک کسی در قسمت گپ زدن خود ولو که امکانات پولی زیاد داره در این اقتصاد مراعات میکنه و زیاد مصرف بی جای نمیکنه این یکی از آداب اساسی اسلام است الله متعال میگه کلو بخورین و شربو و بنوشین ولا تسرفو اسراف نکنین یا یعنی زیاده روی حتی در حلال نکنین اگر در سر, سر تو یک کیلو گوشت کفایت میکنه اگر دو کیلو میبری در این صورت اینجا اصراف است اینهو لا یحب المصرفین الله متعال کسایی که زیاده روی میکنن در حلال حتی ایره دوست ندارن یعنی عکل حلال است شرب حلال است اما در اینمی هم باید انسان اصراف نکنه یعنی وقتی ما شما تا وضو وقتی که میکنیم بعضی دو سال سایی کنیم که اینه تو واز مانده و قرار سر میکنه و سر دو ساعت لوا مت رفته میره باز خوب دیگه انگشت های خدا به ترتیب میگیره و مس سر میکنه باش کدام تار مویم از مس نمونه لکن چی هست در حالی که الله مطال میگه که تو اسراف کردی الله تو دوست نداره نلقایم قایم کو اتا ما بسیاری وقتا که دوستا میگه من میگم برادر والا من خودم بسیاری جایی که برم اگر رفتاوا باشه در نل وضو نمیکنم چرا؟ وضو کردن در نل خودش اسراف سبب اسراف میشه چون به یک کتی یک کفایت است که وضو بکنی اما اگر خودت امی او چیز جمع بکنی را رو بند بکنید، ده افتاوه یک تو شده الله متعال میگه بخورین و بنوشین حتی در حلال در حلال اسراف نکنین انه یقین داشته باشین مسلمانا که الله متعال لا يحب المسرفين اسراف در گپ زدن بیجای جای میشه اصراف مثلا در پول مصرف اضافهی که میشه در کل لیزی در خوردن میشه در نوشیدن میشه در پول میشه در سخن گفتن میشه انسان نباید اصراف زیاد زیاد, زیاد روی بکنه و الله متعال در آیت دیگه قرآن میگه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کسانی که در چیزهایی که ناروا هست مصرف میکنن بازی چی هستند؟ اینا برادرای شیطان هستند و کان الشیطان ولی کفورا بفهمین که شیطان بر پروردگار خود چی بود؟ ناسپاس بود و صفت مسلمان های حقیقی رو چه قسم الله بیان میکنه؟ میگه والذین اذا انفقو مسلمان های واقعی چی صفت دارن؟ وقتی که مصرف میکنن لم یصرفو ولم یقترو نبسیار چی میکنن؟ اضافه خرچی میکنن و بسیار دست خدا ما کم میگیرن میکن یعنی بخیلی میکنن و کان بین ذالک قوام و در بین اردویزی معتدل میباش میان رویره اختیار میکنن دومی ادب از آداب موبایل چی است؟ مراعات آداب سخن است پس وقتی که ما و شما اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید وقتی که دو نفر با هم ملاقات میکنن به طرف راست و به طرف چپ نشسته هست اردوی زنا ما يَلْفِظُ من قول الا لديه رقيب عَتِيدٌ هیچ سخنی يقول مگه این مگر ای چی هست مراقب یک مراقب الله هست مراقب دیگه کی ملائکه هستند فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک در مورد بسیاری مردم ها به خاطر زبان خود در روز قیامت در چی میرن در روی خود امت بر روی افتادگی به طرف دوزخ کشانده میشه چرا الفاظ بیهوده گپای بیهوده مزاخای بیهوده زیای وقت خود و زیای وقت دیگران ها اکثرا این از طریق موبایل بسیار زیاد میشه سیومی ادب موبایل چی هست جلوگیری از زیای وقت و سخن گفتن به اندازه ضرورت انال وقت خود انسان بسیار ارزش داره شما ببینید در قرآن عظیم شان در چندین آیت الله متعال به وقت یاد میکنه و العصر وقت است و الضحا وقت است و الفجر وقت است و لیال عشر وقت است چرا قدر زیاد حکمت چی هست که خالق متعال در قرآن عظیم شان زیاد سوگن یاد میکنه به وقت به خاطر ازی که ارزش وقت برای ما و شما معرفی میکنه که انسان مسلمان یک لحظه وقت خدا هم بسیار با ارزش و قیمتی فکر میکنه و هیچ وقت وقت خود و وقت دیگران را زیان نمیکنه در حالی که ما بچش میبینیم بسیاری دوستها هستن وقتی که زنگ میزنه در نیم ساعت گپ خلاص نمیشه یک سلام علیکی از هست، ها؟ یک سلام از از در یک جای در جای خاصیت مردم ها گفته می رفتن. مثلا می گفت که ها چه قسم خاصیت دارن می گفت یک خاصیت این قسم دارن ایندی ها چه قسم خاصیت داره این قسم خاصیت دارن عرب ها چه قسم خاصیت دارن عرب ها با دست چپ اگه چیزی برشان بتی خفه میشان خوش ندارن عادتشان است اگر چی خود سنت رسول الله هم است که انسان با دست بگیره ولی به عادت تبدیل شده گفت افغان ها چه عادت داره گفت افغان ها که اصلا یک گریتنگشان سلام علیکیشان و جورپرسانیشان نیم است. چطور هستی و دیگه چطور هستی و دیگه باوی چطور هستی و دیگه فلان چطور است چه چقدر جنجال و اضافه و اضافگی همین یک یک یک, چیز از این خاطر انسان مسلمان باید از زیای وقت خود و زیای وقت دیگران که وقتی زیاد مردم با ارزش است و باز ببینی وقتی برشان تلفن بند میکنی برایش برادر بس است دیگه خو همه قدر گفتی میگه نه والا صاحب شما تکبر میکنین شما غرور دارین شما فلان ندارین خب وقتی که تو مثلا نیم ساعت وقتی یک کسر زایی میکنی و خودت قرار بیکار شیشتی دست یک جا پایت سر پای دور دادی یا یک معصی خارجی بر تلفن تا مفت ساخته یا مثلا یک چند روپه بیکار هستی پیسی تا میکنی این سر ما کرده میری از این خاطر انسان مسلمان یک ادب می هست که وقت کسر اول وقت خود دوم وقت دیگر را مراحت بکنه چرا؟ به خاطر ازی از که در حدیث شریف است حدیث امام ترمیزی در 2417 حدیث 2417 روایت میکنه و میگه که حدیث حسن صحیح است و شیخ ناصرالدین البانی هم میگه حدیث صحیح است در صحیح ترغیب و ترهیب شماره 126 هم. چی میگه عن ابی برزه الاسلمی رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعين يعني قدم هاي إنسان مؤمن در روز قيامت از ميدان حشر برد ميشه چه, چه معنى؟, معنى ايه انسان ها در ميدان حشر ميباشن و بالاخره أبوس برزنا اجازه داده ميشه كه به طرف جنت و حشر در یک جنت در دیگه طرف است در بین میدان حشر و در بین جنت که از دوزخ است و بالای دوزخ پل زده میشه که ایرا سرات میگن از این خاطر الله رسول الله صلی الله علیه و میگه تا زمانی ای این شخص در این میدان حشر در این میدانی که آفتاب بندازی یک مال به فرق انسان نزدیک میباشه وضعیت بسیار خراب میباشه میگه تا او وقت این قدم خدا از میدان حشر برداشتن نمیتونه که حرکت بکنه به طرف سرات حتی یو عن ان تا که چار سوال, ج... سوال کرده و جواب چار سوال باید برای الله بیتی و در روز قیامت در محاسبه بیتی ای چی هست؟ ان عمری هفیم افناه اینمی مربوط به وقتش میشه از عمرش که ایره در چی تو چی کردی؟ در چی تو فانی ساخت؟ والا سه ما روز چهل دقیقه روز شصت دقیقه روز دو ساعت روز سه ساعت در موبایل گپای چتیات و بیوده و وقت زیاده تام امروز سال کنی می می موبایل سه مدت تام بور تام زدم میره بسیاری که سال سال کنی در مجلس قرآن حتی در پیش بیت الله شریف حتی در نزدیک حجر الاسود حتی در ساحات عبادت حتی در مسجد که ببینه این تمام امروز چی است این الله مطال میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ما یم تیقان الحوا رسول الله از هوای خود گپ نمی ليزنا إن هو إلا وحي يوحى عن عمره فيما أفناه أمي عمره تدر تو فاني كردي وعن علمه ما فعل بفيه أز علمت أمي إِمْرُوزْ نماز الجماعة ماذا بدي بلا ماذا بدم خطیب صاحب نماز جمعه برای تو در جمعه چی گفت؟ و در جمعه خطیب برای تو چی گفت؟ امی که در خطبه برای شما یک استاد یا یک خطیب یا یک کسی من حیث مزدور برای شما استاد میشه و در مقابل شما مثلا چندین ساعت خودم یک خطبه را آمادگی میگیرن و اون رو میاره برای شما میگن شما عالم شدین؟ باز که من جاهل هستم ما والا نمیفهمم وقتی که این موضوع را حکم شه فهمیدی تو عالم شدی پس الله متعال میگه عظمی خطبه ای که تو استفاده کردی ازمی علمی که تو داشتی به چی عمل کردی باید جواب برای الله بدی و ان ماله من این اکتسبه و فی من انفقه از مالش پرسان میشه که این مالت از کجا کردی و باز چی مصرف کردی والا تمام روز که بیکار میشدم بسیاری کسا را کنی که میوه در خانه نمیخوره اگه بارش خانمش بش بگه یک چارک سی بیار که او جنجال و غال می میپرته در حالی که نفقی خانمش بالایش فرض است اگه برش میگه یک کیلو گوشت بیار وقت زدن و کندن و جنجال است اما در موبایلش سعی کنی پنج پنج ست پنج 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 ست انداخته میره این او پیسی حلال که باید برای نفقی فامیل شود و بسیار مردم های غریب و فقیر هستن یک فقیر می صدا میکنن همین مسجد کس همین هر دفعه که ما آمدیم قاری صاحب یایش گفتن که استاد بگو این برای این مردم که در این ببین مسجد شما چیز کنین اگر این مردم همین پیسی یک ماه دو ماه سی ماه یک شش ماه مصرف موبایل تان. اگر این مدرسه شما مصرف میکردین باور بکنین این مسجد جور میشد لکن مدرسه جور میشد لکن بیچاره کسا را ببینی در موبایل اما فقط دلار انداخته میره و 500 500 قاق قاق برش میتن اما اگر یک فقیر بیای برش بگه 10 افغانی بده کمرش میشکنه و باز میگه من بسیار خوب مسلمان هستم الله متعال در روز قیامت از پیشش پرسان میکنه که ان مالی من اینا کسب بخم این ای مال تو از چی کسب کردی حلال بود حرام بود رای درست بود و مشهور بود و فیما انفاق ده چی چیزی را مصرف کردی ای الله بر ما و تو اجازه داده که به خاطر یک موبایل ماهانه 500 یا 1000 یا 2000 مصرف کرده بریم اما اگر یک کس خواسته باشه میتونه به بسیار پول کم اما ماه خودت تیر بکنه خوب و ان جسمه فيما ابلاهو در مورد جسمش کې امی جسم ته ته چه مصرف کړی ولما جسم ما د سمایقدر قوی شو دا کې بخیم بازوي ما قوی شو شد را امی موبایل د خط زده رافتیمو خط زده رافتیم خط زده رافتیم یو نفر راواده و یو ځای یو ځای نو دوماد شده بود ورته پرسان کړم گفتم خو څنګه تاس نه وې زوم وای ولا نور نه په یي خدا غاز ټیم ټیماک تامبور ګټو راز اند سلاس کې شاید تامبور و هی اندوز تنبورک پلاس که تنبور چی ده چه شده نه گنور او به چرا خ موبایل نمیفهمید که فیدیت اند خ تنبور ده چه ده کوم زاین چی را وریم در کارونه ادب از آدم موبایل چی است احتیاط احتیاط در حرج قرار دادن جانب مقابل بسیاری وقتا یک کسی زنگ میزنه در حرج انسان قرار می ده مرا شناختی نشناختی خوب دقیق فکر بکو یک ساعت از پیش تحقیق میکنه عزی خاطر جاء في الصحيحين در حديث در صحيحين ساي البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ميگه پیش النبي صلى الله عليه وسلم اومدم فدعوت ما طلب كردم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ميگه رسول الله سلام گفت كيست فقلت انا لپش دروازه البته رسول الله سلام خاصه ای گفته کیست وقتی در پشت دروازه کس می باشه پرسوام میگه کیست در پشت دروازه ما هستم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام فخرج و هو هو یقول انا انا یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلام از امی انا گفتن ازی خفه شد خب بگو نامت ته ما فلانی هستم نام فلانی است من فلانی شما رو کار دارم اما یکی میگه انا انا ما چی بفهم که انا تو کی هستی مستم مستم از این خاطر این یک بی ادبی هست در پشت دروازه و این بی ادبی هست عیناً در موبایل بسیاری کساس شناختی چرا نشناختی نمبر مرا ثبت نکدی؟ به خیال من بده نظر نیست او بردارم موبایل که من یک موبایل کونی خدا زده است که ای از صد نفر اشتاد نفر زیاده صد نمیکنه حالا من چقدر نفر صد کده برم صد که نام تو را بگیرم نام از نام ازورم، و بازی کار را میکنی از این خاطر اینمی به ادبی بسیار کلان است که مردم در تلفن در حرش قرار میده ششومی چی است مراعات وضعیت جانب مقابل و التماس عذر بر از او برای یک کسی زنگ میزنی یک کسی در تشناب است یک کسی در مجلس یک مجلس است یک کس مریض است یکی در... علاقی درس است یک کسی در سر خطبه هست یک کسی در وقت نماز خواندن است یک مرتبه وقتی که زنگ زدی زیاد دیگه او رو برش جنجال زیاد پیش نکو و اگر بر جواب نگفت عذر شبی پذیر برش یک یک عذر پیدا بکو که حتماً بیچاره کدام مشکل داشته یا فلانی داشته این نسای باز یک دفعه تلفنش جواب که نگفتی در سر نماز خوی زنگ میزنه باز میگه گل گلکت باز زنگ میزنه باز گل میکنه او برادر خب بفهم که وقت نماز است نیست هم از فلانی ولایت گپ میزنم از فلانی ولایت هم اگه گپ میزنی بفهم که مثلا این وقت در کابل وقتی چی است وقت نماز شام است یا وقت نماز خفتن است اینجا شروع کرده میری از این خاطر این این موبایل است که انسان مسلمان چی کنه جانب مقابل عذر شبرشی کنه شاید مریض باشه شاید یک جایی باشه که بر از او اجازه جواب گفتن در موبایل نباشه دگه چی از آداب مسجد چی هستن بند نبودن موبایل از آداب موبایل چی است که باید انسان وقتی که داخل مسجد میشه در دروازه مسجد موبایل خوده چی کنه بسته بکنه خصوصا در بعضی جایی که میریم سه در بسیاری جایی که بینیم مثلا یک هزار نفر شیشه یک دفع صدای موبایل نمیده در بعضی جایی که بینیم یک روز در این مسجد بلخشی من نماز خواندم یک نفر در این پالویم است این مکمل چهار کاد نمازی دیگر ما یک خاندان بود بی بی شیری زیر گله امیر در موبایل خود مانا بودم خاندان میدن باز خوانده میرم باز خوانده میرم یار توبه ایم داد از نماز خواندن نه پول خشم یک بسیاری وقتا ما تیر میشم میگم گوش که باز کاکاگ برابر نشه که کل نماز ده خواندن تیر میکنه اول گذاشتن موسیقی در این موبایل باز در خ... مسجد در مسجد وقتی که یک کس سیر میخوره رسول الله صم گفته سیر خام بخوری پیاز بخوری نباید بی ادبی در مسجد باید آداب مسجد رو بفهمین در مسجد باید اگر بوتکایت بوی میته بسیاری وقتا سجده میکنی در می جای سجده که سل میکنی استفراقت میگیره چرا جانب مقابل چی کرده جانب مقابل که بوتای گنده و پایای گنده خدا داخل مسجد آمده رسول الله صلی میگه سیره که خورد سیر خام و اگه اگر این بوی سیر قدر بسیار زشت نیست بعضی جا بعدش میه بعضی جا بعدش نمیه لکر میگه میره باید داخل مسجد نشی پیاز نخوری ای پایش چینه و این موبایل و زنگای موبایل که از خود تمام هم فکر و هوش و همه چیز انسان می بر خاطر ادبی است که انسان مسلمان وقتی که دا در مسجد داخل میشه به خاطر احترام به مسجد و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب کسی که شاعر الله را این مسجد شعیره از شعائر الله است قرآن شعیره از شعائر الله است احادیث شعائر از شعائر الله هستند علمای اسلام شعیره از شاعر اسلام هستن بسیاری کسا خوب خودت دیندار میگیرن باز وقتی که در تعظیم شاعر الله کامد در مسجد بسیار به است بسیاری جوان ها رسای کنی کتی کالای خب خود در مسجد میهن کتی همو زیر پوشیه داخل مسجد میهن این بسیار بیادمی ای بسیار بزرگ است که در مسجد در پشترش وقتی که نماز میخونی تمام عورت عزیز سایب کشف میشن از خاطر اصحاب رسول الله صلی وقتی که در می رفتند، عطر می زدن لباس های پاک می پوشیدند خدا آراسته می کردند، چرا نماز ملاقات از با خالق متعال تو که در مقابل الله استاد می شیم اولی الله و اکبر وقتی که میگی به الله نیاز می کنی الله ما بیننا و بین خطایانا پروردگارا بینی و بین خطای در بین ما و در بین گناه ما به الله گپ می زنی نیاز می کنی سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و جدك ولا اله غیرک. دیگه نهمیش چی است؟ مراعات اه؟ اه خب اشتومیش چی است؟ بند نمودن موبایل در مجالس علم مجالس اکابر یار باور بکنین ما عزیز دست اینمی کسایی که در حلقات درس ما هست آن قدر از پیش از یا خسته میشیم آن قدر خسته میشیم که در درس قرآن برشان تفسیر درس میتی حدیث درس میتی قرآن درس میتی ترنگ 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 از دو کنش صدای موبایل می باز از دوگه می باز خدا کپک کپک میکنن آیت قرآن قطع میکنن حدیث رسول الله سمه قطع میکنن و باز مبرایه باز دو دقابات باز می میشینه باز چند دقابات باز قطع میکنن بناهن در مجالسی که خصوصا مجالس علما و اتراک باشه مجالس درس باشه و تعلیم باشه ادب موبایلی است که انسان موبایل خود قطع بکنه حداقل در تلفن‌هایی که بسیار ضروری باشه باز میتونه که تو حلقه درس قطع بکنی یک وقت ما از صنف میبرم آدم یک صنفی ما نمایده صنفی ما یک افریقایی بود من رفتم برش گفتم گفتم امروز ما جای کار دارم گفت چی کار داری؟ گفتم این شغل مهم گفت درس و اول اهم گفت کیف تترک الاهم بالمهم اگر کار تو مهم از درس ازو کنه اهمیتش بیشتر است تو چرا این درس چی میکنی؟ اینال بسیاری وقتها سعی کنید، در خطبه تشویش بسیاری وقتا خوب آمادگی میگیریم که ما برم تا این یک دانه خو... یک خطبه بگوییم وقتی که سهل که یک نفر سای فاجه کشیده میره یک شهست دفعه خود دانه خود دیگر سعی کنی که موبایلش جا دفع دفع کنی که دو دفعه میه دیگر دفعه سعی کنی از دیگر خواندن میه آخر میگی چه قسم حالت است خلاص دعا میکنیم میگی بیادر بر از خودشان میفهمه و کارشان میفهمه نهمش مراعات امانت مجلس است آلی یک مجلس که از المجالس و امانه مجالس چی است امانت است چه قسم است ما شما میخوایم گپ بزنم یا یک کسی از از زنگ بزنم صدای موبایل باید پخش باشه به خاطر یک کسی از یک مشکل فامیلی داره و اون بین تو و بین خود داره نمیگه که کل مجلس خبر شما این صدای موبایل بلند میمانه تمام گپ از را کلگی بلند بلند میشنه و او بیچاره رو عام خاص میکنه از این خاطر در مجالسی که عام است باید صدای موبایل پخش باشه نه با صدای بلندگوی باید بزنی به خاطر که مجالس چی میشه مجالس چی است اینال المجالس امانه هر مجلس امانت است حتی در موبایل که کس گپ میزنه ما بسیاری وقتا یک کس بسیار سوال های دقیق مربوط به فامیلش میشه مربوط به خانمش میشه مربوط به خواهرش میشه مربوط به سرنوشتش میشه این حال ما حق نداریم که گپ مج... پذیره بخیزیم بر کل مردم مثلا ایره رسوا کنیم و بیاب بکنیم و یا بلندگوی بلند بانیم یا یکان تا دیگه از در پالی گوش خدافت بالا گرفتن چی خدافت تو؟ یک خط نوشته میکرد نمو خط خود این خط نوشته میکرد یکی دیگر خطش خان میرفت. آخر دوم خط خودش کرد که برادر عزیز اگر در پالیم یک آدم احمق نمی بود که ادب خط نوشته یاد نمی داشت اگر امی نمی بود من بر توی اگر گپای خاصی داشتم که بگویم از این خاطر یک احمق به شعور پالیم ششته و از خاطر وی من احمق گفتی بشور شعور گفت. از چی فهمیدی؟ میدی؟ همی که خط کس دیگر ناقی خان نمیری نمی احمق به است پس انسان باید دقیق کنه خب یازدهم ادب چی هست دهمی ده ادب مراعات حدود شرعی در فرستادن مسیج حال وقتی که ما شما یک مسیج یا یک پیام بر یک کس روان میکنیم در اینجا باید حدود شریعت الله را مراعات بکنیم آیا اجازه میده شریعت الله یک روز یک کسی بر من نوشته کرد نوشته کرد که استاد چند دقیقه برای یک حدیث میفرستم من منتظر بودم که البته شاید کدام حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستم چرا پیش شما و شما وقتی که میگه حدیث میفرستم در زبان دری ما و شما با عربی گپ نمیزنید که بگیم حدیث در لغت سخن گفتن میگه وقتی که میگه حدیث برات میفرستم میگه که حتما کدام حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستم چند دقیقه بعد سعی که یک دنا فکایی فرستیم این توهین است و تحقیر شاعر الله از خاطر بسیاری کسا به خاطر توهین شعائر الله کافر میشن از دایره دین خارج میشن ما برش گفتم برادر با نمی کار تو توهین به مقدسات کردی چرا حدیث از شاعر الله هست بعضی کسا هست سر ها بیکار شش سر ها فکایی گفته میره ملاکی هست از طرف میگی وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است وقتی که علما ورثه الانبیا میگی خودت هم میگی به این قناعت داری باز که بیکار شیشی سر کی فکایی گفته میری یک ملا سر تو خم شیشته بود یک ملا نصرالدین تو بود مال فمچ فلانی بود ای اصلا از کجا اید انگلیسها و تو را آوردن جراواج دادن و تمام روز این فکایی ها را گفته میگی پس و, و لئن سألتهم الله متعال میگه اگر از پیش از اینا با سوال بکنی از کسایی که کلمات کفری میگن سر ملا فکایی میگن سر عالم دین فکایی میگن در مجلسشان هست سر آیات قرآن فکایی میگن سر احادیث رشخندی میکنن باز این سألت هم لیقولون اینما کننا نخود و نلعب ما فکایی میگفتیم یک مزاق میکردیم یک تبخوشی میکردیم میخواستیم یک ساعت شما خنده بکنین الله متعال میگه که قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم شما بعد از ایمانتان کافر شدین این حال بسیاری کسا هست که توسط این مسیج ها توسط ارسال از این مسیج ها کافر میشن و بی سری کساس وقتی که یک نفر یک سخن کفری را میگه بازی او را اوکی میکنن بله راست گفتی رشخند میزنه سر اسلام رشخند میزنه سر احکام شریعت اسلامی و این باز راه میگه که بله راست گفتی بسیار خوبش گفتی خوب کردی که می مولا را خوب توهین کردی تحقیر کردی اینالو اینجا چی میشه الله مطال چرا این شعر نزول الایاته شاید بر شما خولما زیاد گفتن که رسول الله صصم ابراءی صحابه از یکی از غزوات برمیگشتن در یک جای شیشه بودن قرآن تلاوت میکردند یکی از از این جمله که خودم مسلمان هم میگرفت خود صحابی هم میگرفت و میگفت که من دیندار هستم چه آمد برای صحابه بر یک صحابی گفت گفتی قاریا را میبینی که چون رسول الله و صحابه قرائت قرآن میکردن تلاوت میکردن در زبان عربی هر کسی که تلاوت قرآن میکنه او را قاری میگن گفتی قاری ها را میبینی که قرآن قرائت میکنن تلاوت میکنن شکم های کته کته دارن و در سوح هستن و در جنگ در عقب هستن و در خوراک پیش هستن این صحابی برای که او منافق تو سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سر رسول الله صلی الله علیه و سلم سر از رو گفت میزنی و توهین و تحقیر میکنی تو باش که ما برم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و جریان برش بگویم که تو منافق ایگا پاره زدی این صحابی دیگه چی میگه میگه انوز او صحابی از اون مکان تا اینجا پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم نامده بود که ملک وحی جبریل امین علیه السلام آمد سه پای این شد برای رضی فورا خدا رسان میگه دیدم که رسول الله صلی الله ابلاغ کرده بود و رسول الله صلی الله سر شطور خود سوار بود و امی شخص دچی چی؟ دا سر از بندش شطور رسول الله صلی الله گرفته بود و حتی صحابی میگه میگه پایایش جغله ها زیر پای از زی چی میشن در زیر پای از زی جغله ها مت میگه تا و بالا میشد و این سلام میکرد که این یا رسول الله انما یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب مخ مزاق میکردیم مخ تبخوشی میکردیم مخ ساتری میکردیم و میگه و رسول صلی الله علیه و سلم رسول الله هم سر شطور خود بود و دست خامی که ابی الله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم شما کافر شدین بعد از ایمانتان پس نال بسیاری کسا رو ببینید که در روز قیامت در صف ابو جهل و ابو لحب حشر شود بخاطر چی؟ بخاطر سر مقدسات توهین میکنم سر اعتقادات توهین میکنن سر بسیاری فکایه را در این موبایل ها ببینین که سر الله فکایی میگن سر رسول الله صلی الله علیه و سلام فکایی میگن سر علمای دین و سمبولای دین و سر ملا و حتی ایخو بیخید سرخان نانشان هستی کتشان فورا سر سر از یک پرزه و یک چیز میگن بسیاری کساز ببینی میگه که یک ملاحی کسی در سر چیز ششتم ایتیاد کنین ایره بسیاری زیاد تکرار میکنم و دو مرتبه این کافر میشن شما جوان ها انشاءالله نمیگن برای از رستفید های محترمه که نمیفهمن تقاضا ها اینمی هست مثلا چی میگن که در مجلس شان بشینی باز میگن آه سیب در می آسمان یک ملائکه هست خب چی میکنه ملائکه میگه میکن در آسمان یک ملائکه هست این ملائکه در پیشش یک دول هست خوب دقت فکر بکنید این منتظر هزی است که کدام عالم دین صدقه بده چند قرن است که تا دول نزده هدفش چی هست؟ هدفش دو توهین است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب در قلب زی تقوا نیست اول توهین کی نمی کنه؟ توهین ملائکه معصوم میکنه کنه چرا ما و شما عقیده ما و شما چی که ملائکه چی هستن؟ معصوم هستن وقت ملائکه معصوم است اون ملائکه را ما تو حق نداریم که به گناه صغیره ای دول وسیله فاسقا و فاجرا هست ای ساز دولچی و تبله و فلانی کتاب های فقی میگه که حتی از سازنده و دولچی و تراک هست میگه تا در در محکمه شهادتش قبول نمیشه خب تو چطور ایره به یک فاسق تشبیه میکنی ملائکه معصومه اگر امی عقیدهش باشه بالاخره حتی به با سرحد کفر میرسه دوم چی است توهین است به علمای اسلام که کسی که قرآن خوان کسی که سنت خوان کسی که فقه اسلامی را خوان کسی که دستار عالم دین است کرد بازی عقب بخیل میشه که ده, ده سال و 20 سال و چندین قرن است که تابال این کار نشه توهین علما یک سبب کفر و توهین ملائکه معصوم این سبب دیگر میشه و ای و سایه باز در موبایل ها بسیار زیاد است از این خاطر انسان مسلمان کوشش بکنه که در مسیج و نوشتن کردن مسیج چی کنه مسیجش باید ذکر الله باشه موعظه باشه دین باشه گپ حق باشه یازدهم چی است نگهداری زبان از دروغ در موبایل دروغ بیخیری و بسیاری مردم ها عادی شده الکاذب و عدو الله دروغگوی دشمن الله هست و یک انسان دروغ میگه دروغ میگه دروغ میگه, دروغ میگه، تاک که پیش الله در جمله کاذبین و دروغ گویا نوشته میشه از کجا میشه خب بسیاری کسا فکر میکنه که وقتی در موبایل در پالی چشته روان است مثلا از کوتی سنگی در پیش سیلو رسیدم و اون نفر برش زنگ میزنه و خوب ماشاءالله آدم دیندار هم است و خوب ادعای ایمانداری هم میکنه در موبایل برازو چی میگه در کجا هستی میگه سای من خود چی هستم کارتی نو. دروغ دروغ است دروغ دروغ است اگر در موبایل هم دروغ بگی ملائکه برد نوشته میکنه از این خاطر ادب موبایل نمی هست که وقتی انسان که از گپ میزنه صادق و راست گوی باشه تو کس از خانه نمیکشه ما صرف جای هستم و این اکثرا مردم ها ببینی امیج از این پوانتون حرکت کنی اگر تا, تا از انگ رسیده باشه هر کسی که در موبایل ببره با سون سهیل هم میگرد قرار لق چی میگه اه, آه خار کیم. دغه پل چی سره هو کوکی پل خشتي پل خشتی خود خو دلته نه دا وروره پل خشتي خو ته دا کیلومتر پاتې ده دا په دروغ کې حسابې دي ته خو دوازدهم تاکید صحت نمبر است بعضی کساست همین نمبر رو تک 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 میره متوجه نیست که من مسیج برای کی روان میکنم یا برای کی زنگ میزنم اول زنگ میزنم خوب یک دادف پرسانت میکنه که کی هستی چی هستی مفتو خال تو اصلا تو باید خودم معرفی کنی زنگ از خوشم آزده نیکی هستی؟ نامت چی هست؟ خوب یک پنج دقیقه ده دقیقه گب زده میره باز باز او والا ببخشی ما یک کس داریم. از این خاطر ادب موبایلی است که انسان کس که کار داره تاکید امو صحت نمبرش را میکنم سیزده هم مراعات طبیعت جانب مقابل است بعضی اوقات بعضی گپا هست شاید تو جوان هستی برای یک جوان دیگه یک مسیج روان میکنی با این مسیج تو خوشحال میشه اما وقتی که تو برای یک عالم روان میکنی برای یک ریش سفید روان میکنی برای پدرت روان میکنی برای زیار روان میکنی یک بچه ها رو که پیشری پدرت سکرت میکشی ها چرا نمیکشم چطور تو پیشی پدرت سکرت میده حالا تانگ تیل خو نیست که در میگیره خود سکرت میدنم سکرت خو مردم پیش تانگ تیل نمیکشه این وقتی که انسان که هست وقتی بعضی گپایی که هست تو جوان هستی برای از جوان دیگه یک گپ گفته میتونی اما این درست نیست برای هر کس بگویی یک گپ مثلا برای فامیل خود برای خانم خود گفته میتونی اما با یک دختر نامحرم گفته نمیتونی برای یک زن نامحرم گفته نمیتونی یک گپ خودت میتونی مثلا به عضو خانوادیت بگویی اما این برای مردم گفته نمیتونی از این خاطر انسان مسلمانی است از آداب و ببایلمی است که طبیعت جانب مقابل خدا بفهمه که ای کی هست وقتی که من برای گپ میزنم چه قسم سخنایی را میگم چهاردهمی هست که وقتی انکار و نهی از منکر نمودن وقتی که یک منکری را کسی بهت روان میکنن فورا باید برازو بفهمانی که برادر ای منکر است ای نارواه است ای حرام است لتأمرون بالمعروف ولا تنحون عن المنکر شما ببینین اینجا الله متعال میگه لتأمرون نه تأمرو تو امر میکنی لام که هست لا تأمرن اینا لجی لام لام تاکید است و دو تا نون در آخر است نون ثقیله هست یعنی سه دفعه است که حتما 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 باید شما امر به چی بکنین و معروف بکنین ولا تنهون عن المنکر حتما امی قسم که امر به معروف میکنی نهی از منکر بکنی لام لام تاکید است تنها ولا تنهون نه لام تاکید اول یک دفعه تاکید در زبان عربی یک حرف معنای یک کلمه را میده لام حتما نون حتما نون دیگه دو تا نون است دیگه یعنی حتما 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 باید نهی از منکر بکنید اینا لگه کس بر تو مسیج روان میکنه و تو خود دیندارم میگی و نمازخان میگی و سر از او انکار نمیکنی پس برش نمیگی کار غلطه کردی در حقیقت او رو تایید کردی و او رو تشویق کردی و خودت هم در حرام داخل میشه پانزه همه چی هست؟ مراعات ادب مجالس علمی و بزرگان وقتی که انسان در یک مجلس علمی میشینه در یک درسی از قرآن است در یک درسی از سنت است در یک مجلس است که بزرگاش شد در اینجا بعضی کسا رسائل کنید که کنی کنی موبایلش چالان است و اونجا مثلا در موبایل خود مشغول است اینجا یه ای عدب نیست حتی ذهن از چی میکنه؟ ذهن از خراب میکنه و زنگای رنگا از و شانزدهم هم چی است؟ حفظ حرمت مساجد و اماکن اماکنه که انسان مثلا جای عبادت است وقتی در مسجد انسان میه مسجد شرایط و احکام خاص خود داره مسجد چرا بیت من بیوت الله میگن دیگه خانه الله هست به خاطر که الله ایر شرف داده وقتی که در مسجد شرف در الله برش داده عزت داده عبادت عزیز از عزی این خاطر انسان باید همین حرمت مساجد رو حفظ بکنه و از موبایل هایی که در بین از زنگا هست و خواندنا هست و یا هست از یا مثلا بسیار ادب چی است که باید از این مراعات مساجد شه و عبدومش مراعات حالت مردم در شفخانه و موترا هست بعضی اوقات یک کسی در شفخانه هست مریض است و یک کسر میبینه که چیخ زدم میره دیگه هم تو گب زدم میره باز تینگ تینگ باز میه باز گب زدم بعضی اوقات در یکان موتر میشینی در پشت سرت یک نفر ششتن از اینجا تا شار که میری مغزایت در میده برادر وقتی تو یک مجلس ششتی گب زدم میری و چیخ زدم میری و فکر میکنه که از اینجا این فکر میکنه که خدا هم از اینجا در کدام در قاری انترکتیکای گب میدنه یک چیغای زدم میره یا یک گپای و بالاخره تمام مسائل شخصی وادگی و فامیلی از این خاطر در پیش شفخانه در مثلا در موتر در جاهای دیگه کس یا چیز میکنن دو موضوعش موضوع ضررها و امور ناجائز در استعمال موبایل است که انشاءالله و تعالی اگر کدام خود به وقت فرصت بده انشاءالله افتی آینده سرش بحث میکنیم اقول قولی هذا و استغفرالله الله لی و لکم فاستغفروه اینده هو الغفور